تبرک با فرقش اینه تبرک از واژه برکته یعنی طلب برکت اصلا عین این عبارت در لغت نامه های عربی اصیل اومده تبرک طلب البرکه تبرک یعنی طلب برکت یعنی یه چیزی یا یک شخصی برکت داره ما مثلا حالا دست بزنیم استلام بکنیم مثل استلام حجرل اسود که برای تبرکه بلده. یعنی برای کسب برکت طلب برکت طلب البرکت خب سوال اصلا چیزی در این عالم برکت داره که ما ازش مثلا کسب برکت بکنیم اولا اینو اثبات بکنیم میگیم بلده. بله منشه برکت کیه خود خداست ببینید در آیات و قرآن داریم انسان هایی هستند که خداوند نسبت برکت به اینها داده راجع به حضرت ایسای مسیح داریم و جعلنی مبارکا و جعلنی خدا مرا قرار داد مبارک یعنی من برکت دارم انات فرمودی؟ بله. پس عیسی مسیح دارای برکت است. خدا نسبت میده به ارز کنه ماه مبارک رمضان چرا ماه مبارک رمضان رو میگی ماه مبارک؟ مبارک یعنی چی؟ یعنی دارای برکت. برکت. هست. اصلا شب قدر رو انا انزلناه فی لیلت مبارکه خود خدا میگه در شب با شب با شب را مکان را درباره کعبه ما داریم درباره مسجد الحرام هم بازم داریم واژه مرکت ببین ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا بکه مبارک همون قسمت مسجد الحرام و کعبه و اطرافش رو میگن مبارک یعنی دارایی برکت یا مثلا حضرت موسا در اون فی بغعت مبارکه میگه در اون کوه تور رفت فی بغعت مبارکه خب در بغعه مبارکه یعنی دارای برکت پس ببینید وقتی که اینا رو نگاه میکنیم خداوند به انسان به پیغمبر میگه راجب حضرت عیسی مسیح میگه مبارک راجب زمان شب قدر یا مثلا ماه مبارک میگه ماه مبارک برکت راجب مکان راجع به کعبه میگه مبارک و پس راجع به مکان زمان انسان همه اینا اطلاق شده و همینطور خیلی چیزایی دیگه خب این اتفاق پس افتاد که انسان میتواند دارای برکت باشه شی میتواند دارای برکت باشه زمان میتونه دارای برکت باشه مکان میتونه دارای برکت باشه در خود قرآن است اینا دیگه حدیث نیست حالا بعد از اینکه دارای برکت شد آیا من حق دارم با یک استلام کردن مثلا دستمو بزنم به دست حضرت عیسی مسیح دستمو بزنم به حجر الاسود چرا دست بزنم به قصد تبرک یعنی به قصد کسب برکت او برکت داره منم میخوام از او برکت بگیرم آیا این امکانش هست یا نیست یعنی آیا خداوند قائل هست به انتشار برکت یا نه اینو بهش میگن انتشار برکت ده. یعنی یک ذاتی که دارای برکته یا مکانی که دارای برکته این برکتش منتشر بشه سرایت بکنه به یه طرف دیگه این امکانش هست از قرآن قرار سوال بکنیم گفتیم حدیث رو میذاریم کنار ده. دعواها و اختلافها و مبانی مختلف همه رو میذاریم کنار قرآن چی میگه آیا ما میتونیم انتشار برکت قائل هست قرآن ده ده. همین مثالی که ایشون زدن گفتن معجزه پیراهن یوسف رو گفتن معجزه هست ما میگیم که این همون انتشار برکته انتشار برکت حالا ایشون گفتن معجزه از تبرکم گاهی از این معجزات سر میزنه بله معجزه ببینید آیی که در قرآن در رابطه با همین داستان اومده اینه که یوسف میگه اذهبو به نمیگه اذهب القمیس هر قمیسی قمیس یعنی پیراهن بله. میگه اذهبو ببرید به قمیسی بعد میگه هادا قمیس من این یعنی این قمیس من به خصوص قمیس بله. یعنی پیراهن نه هر پیراهن من حتی این پیراهن منو ببرید بندازید رو صورت پدرم تا او بینا بشه بعدم میگد که فلم ما انجا البشیر القاه و علا وچی وقتی که بشیر اومد و این رو انداخت روی حضرت یعقوب میگه فرتد بسیرا قرآن سراحتا میگد که چشمش بینا شد. بینا شد در حالی که قبلا فرمود که و بیزت عیناه من الحزن دوت چشمش سفید شده بود از گریه بله. سفید شد یعنی نابینا شد, نابینا شد. اینجا میگه فرتد رو دوباره برگشت چه اتفاقی اینجا افتاد هر تحلیلی دارید ما میپذیریم ما میگیم اینجا تبرک اتفاق افتاد یعنی چه؟ یعنی یه برکت برکتی که حضرت یوسف داشت این برکت رسید به اون پیراهنه اون پیراهن رفت با فاصله چندین فرسخی چند صد فرسخی برای اینکه از مصر تا کنان بله. اونجا اونو انداختن رو چشمان پدر فرتد بسیر و قرآن میگه بسیر شو پدر بینار این رو بهش میگن انتشار برکت این مال پیراهن قطعا نیست مال یوسفه مال پیراهن نیست پیراهن این برکت رو نداره پیراهن این برکت رو از کجا کسب کرد؟ از یوسف چون یه روزی در بدن یوسف بود این اتفاق افتاد البته همش به ازن خداست اینطور نیست که همینجوری هر جا این رو بهش میگن تبرک پس تبرک برای خودش قاعده قرآنی داره من یک آیهشو گفتم آیات دیگم هست مثلا آیاتی دیگه فرض بفرمایید که اون اشاره میکنم رد میشم اون آیی که سامری میگد که سامری خب یک خاکی رو از زیر کف حالا تعبیر قرآنی البته اون اثر رسول اثر رسول یعنی اون رسولی که خدا فرستاد جبرائیل بود و سوار بر اسب بود میدید وقتی که نگاه میکرد میدید که حالا این برابر نقل روایاته میدید که این اسب هر گامی که بر میداره هر گامی که بر میداره فران سبز میشه فهمید که هرچی از اینجاست میگه از اون اثر و رسول خاک پای اون اسب از کف پاش میگه من ورداشتم اونو ریختم روی این ارز کنم که اجل و گوساله و این مثلا اونطوری شد که همه را فریب داد خب میگه من از اونجا قبضتو من اثر رسول خود قرآن هست حالا دوستان میتونن نگاه بکنن ببینید در اونجا هست در تفسیرش این هم نوعی انتشار برکت است پس انتشار برکت اجمالا وجود دارد استلام حجر خودش روزی در واقع برای همین است استلام حجر حجر الاسفل یعنی انتشار برکت ما به الله میریم و یه سنگی رو دست میزنیم که چی چون این منصوبه با خداست این پس مال برکت تبرک